پایان این هنرمند کوچولویی که اونجا دیدید امروز روز دیگه بزرگ شده و بسیار موفق، رامین سهراب عزیز، خیلی خوش اومدی. خیلی خوشحالم میبینم. چند سال گذشت از اون موقع؟ فکر کنم یه 20 سالی میشه. 20 سال، واو، چقدر سریع گذشت. برنامه نوروزی بود که محمد خردادیان عزیز که یک رقصنده بسیار بسیار مبرز و محبوب ایرانی بود در اونجا برنامه اجرا میکرد و گفت یه پسر بچه ای هست خیلی با استعداده و رقص لزگی رو خیلی خوشگل میکنه. 20 سال گذشته و الان میبینیم که همون پسر بچه با استعداد در امور دیگه هنری هم دستی بر آتش برده و بسیار موفق هست، فیلم ساز شده. خیلی خوشحالم اینو میشنوم. مرسی. برای ما از کارت بگو، چجوری داستان، و میدونم که یک اکران داری. بله، آخر این ماه اکران داریم و رفتم به اولین فیلم اکشن ایرانی ساختم. واه واه، باریکلا، باریکلا. بعد از این همه سال تونستم برگردم ایران، تهران، و یه پروژه درست کردیم بین فنلاند و ایران. آها. و یعنی محصول مشترکه. محصول مشترک هست. راستی من فارسیم زیاد. نه خوب حرف میزنی، خیلی خوب حرف میزنی. اگه بعضی موقع اشتباه شد دیگه. محصول مشترک فنلاند و ایران هست. فنلاند و ایران که ما یه گروه فنلاندی بردیم ایران که بتونن با فیلمسازای ایرانی کار بکنن و دیگه بعد از 40-50 روز که فیلم برداری کردیم تونستیم بالاخره اون ژانر اکشن ایران رو دوباره زنده کنیم. اونجا مشکل نبود فیلمسازی؟ بود دیگه ها؟ آره، مشکلات خودش رو داشت، ولی خب مثل خودتون که you never gave up، هیچ باره give up نکردیم. منم give up نکردم. گفتم اگه کسی هستش توی یا شخص ایرانی باشه که بخواد فیلم اکشن یا ژانر اکشن رو دوباره زنده بکنه، باید خودم باشم. آفرین. خودم با اکشن بزرگ شدم. پدرم اتفاقا بنیانگذار ووشو هستن در ایران، شاولین ووشو، آقای سهراب زاده، و دیگه با هنر و جلوی دوربین بودن و اینا انقدر نه معلوم از همون موقع مشخص بود. خیلی با استعدادی. خب فیلمت الان درست شده؟ فیلممون درست شده، آماده اکرانه. آماده اکرانه. آخر کی قرار اینجا باشه؟ آخر این ماه 31 اکران داریم که اگر دوستان، مهمانان، اگه دوست دارید بیاید و شرکت کنید، واسه من یه پیام توی اینستاگرام بدید که من حتما. اسم رامین سهراب. رامین سهراب. رامین سهراب. حتما اگه دوست دارید ببینید این فیلم رو، براش توی اینستاگرام پیغام بفرستید و برید که این فیلم رو ببینید. تشویق بکنیم یه همچین هنرمندانی رو که همچین فیلم هایی رو میسازم. من خودم تا به حال ندیدم. قسمت چه آوردی که ببینیم؟ بله، قسمتش آوردم، یه آنونس کوچیک هستش که میخواید ببینیم اونو و یکم بیشتر توضیح بدم. قبل از اینکه آنونس رو ببینیم، برای با بگو در کجا اکران دارید؟ همین انسینو توی لس آنجلس اکران اولیه، در از اکران لس آنجلسمون هستش. اکران لس آنجلس در انسینو هستش. بله بله. همون جایی که همه فیلمای ایرانی هم چیز بله میکنن. بله. بسیار عالی. بریم با هم ببینیم. لایه های دروغ. خب محور داستان فیلم چیه؟ محور یعنی همون آره، یعنی داستان کلی فیلم اوکی، چیه؟ من خیلی واضح بگم. در اصل تیکن، یاد تیکن اومده بود چند سال پیش، میره دخترش رو میبرن میکشن. تیکن ایرانیه که ما سعی کردیم در اصل اون تهران و اون ایرانیه که من بزرگ شدم و سعی کردم توی فیلم بیارم، نشون بدم. اکشنه دیگه این فیلم تمام. آره تمام اکشنه، بزن بزنه، یعنی میشه گفت فیلم آپارتمانی نیستش. در اصل توی همینجا میبینید توی کوچه پس کوچه های تهران داریم بزن بزن میزنیم. و تو خودت کجایی؟ خودتی؟ من هم بله، خودم اینجا. ببین کار کاراته اینا میکنی تو؟ بله، من از همون بچگی کونگ فو، ووشو، کاراته. آفرین آفرین. اینا رو انجام میدیم. جاپای پدر داری، جاپا. بله دیگه، بس دیگه، یکی باید این ژانر اکشن ایرانو واقعا زنده بکنه. باریکلا. و ما با این فیلم همه تلاشمون رو کردیم که
بدلکارای ایرانی رو بیاریم. اون وقت خب خرج داره، خرجشو کی داده؟ خرجشو خودمون دادیم. خودت دادی؟ کسی آخه نمیاد توی سرمایه گذاری بکنه. اگه من میگفتم میخوام یه فیلم درام درست کنم تو تو کوچه پس کوچه های داغون تهران، همه میمدن سرمایه گذاری میکرد. عجب. ولی به خاطر اینکه اکشن هستش و ژانر جدیده، زیاد مردم آشنا نیستن باشون. خب اونجا تو فیلم تیکن خب دختر طرف رو میگیرن و میکشن، اینجا زنش رو میکشن. آره. بعد اون وقت نقش زن خودته؟ بله، زنم هستش که همین خانومی که میبینید. آها. خانوم جسیکا وولفز، ایشون هنرپیشه فنلاندی هستن. و در از بگم که این تنها فیلمی هستش که ما میبینیم یه شخصیت زن داره با مرد مبارزه میکنه، کتککاری میکنه. خلاصه خیلی اتفاقات جدید و جذابی تو فیلم میافته. خیلی جالبه. همش هم اکشن، یعنی همش بزن بزنه دیگه. آره دیگه، بزن بزن. یعنی کسایی که درام دوست دارن یا فیلم آپارتمانی لطفا نرید ببینید فیلم. این فیلم تماما اکشنه و همش بزن بزنه. بزن بزن. و اینجا هم ما اتفاقا داشتیم فیلم برداری میکردیم، پای من شکست تو همین جایی. نه بابا. آره اینجا قشنگ، اینجا قشنگ پام از دو جا شکست که متاسفانه فیلم برداری ها رو تموم کردیم و دوباره برگشتم فنلان که مداوا بکنیم بتونیم ادامه بدیم، ولی دوباره کووید شد و دیگه نتونستیم بریم و موند. و دیگه وسط های کووید بود که تهران کاملا رد زون بودش، اصلا نمیشد کار کرد. خیلی وضعیت کووید بود اونجا. ما رفتیم و فیلمو ساختیم. اتفاقا من کوویدم گرفتم با همون دردسرای خاص خودش. آره، که اونجا هست. با دو هفته من توی بیمارستان بودم و تهیه کنندمون آقای محسن صرافی کمک کردن، یه بیمارستان یه اتاق واسه من اوکی کردن که من بتونم برم اونجا و درست خوب بشم بتونم ادامه بدم. پرستارا می اومدن میگفتن که هم قلبت مشکل داره، هم درست اون چی میگن اونجایی که نفس میکشی شوشات. آره که کار نکن، چون من هم هی فیلم نامه دستم بود، میخواستم همین سکانس ها رو کم کنم. سناریوشو کی نوشت؟ اونم خودم نوشتم با چند تا از دوستانمون، آقای کریس لارسن، ایشون هم اومدن کمک کردن. ولی کلن من پکیجشو جمع کردم چون کسی دیگه نبود تو فنلاند. بهتون هیچ کمکی نکردن دولت اونجا؟ نه فعلا نه، به خاطری که کاملا این فیلم ایندی پروداکشن بود، فیلمی بودی که خودم ساختم و از همون اولش با سیستم درست دولتی نرفتیم جلو. آفره. که بخوایم سرمایه شخصی بود؟ نه شخصی بودش، چون که و نویسندش خود کارگردانش و بازیگرش. بله، بله، بوده. بله، و از یه سری بازیگرهای فنلاندی هم استفاده کرد. فنلاندی و ایرانی، نادر فلا رو داشتیم، ارسلان قاسمی و ونوس کانلی و یه سری هنرپیشه‌های تاپ ایرانی رو داشتیم داخله. من میبینم که میمیکای صورتتون هم خیلی خوب توی فیلم داری، باری کلا. آفرین. پس خب این چهره رو ببینید، همون بچه‌ای که رقص لزگی رو به این قشنگی اجرا میکرد، خودش امروز روز یه فیلم ساز شده. برات آرزو میکنم این اولین قدمی که برداشتی، بله، باز بتونی فیلم‌های قشنگی رو بسازی. حتما. این دیگه بستگی به تماشاچیا داره و ایرانی‌ها که ما رو حمایت کنن. بالاخره قدم اولی رو من برداشتم. 31 گفتی همینجا تو انسینو؟ تو انسینو هست. من حتما میام میبینم. فقط بهم یادآوری بکن. حتما. بیام ببینم. یک دنیا ازت تشکر. حتماً. از همینجا به محمد خردادی عزیز سلام میگیم و ان شاءالله که او هم در کارش موفق باشه. حالا یک دنیا تشکر. قسمت دیگه از فیلم رو با هم ببینیم.